مخاطب جدی سینما هستم، خب مخاطب غیر جدیش ولی که بیشتر یادشون میاد، میخوام مثلا اصلا یه مثال سریال هم بهتون یادشون میاد. بزنم. من خط ویژه رو با یه تعدادی از دوستان در واقع جدای این مسئله کار و اینا رفتم دیدم، گفتن که تو این فیلم بازی میکنی کنم کیکی فلان، گفتم میاد که انگاه میاد که برام کیه. میخوام بگم یعنی هنوز این مرحله هست، اینو باید مطمئنا هست، بپذیریم. مطمئنا واسه یعنی خیلی دیگه ممکنه هم که هست. مخاطبی که خیلی مخاطب جدی و خب خیلی حرفه‌ای و خوبه که من هنوزم پیگیر من بکنم، نباشه واقعا دوست دارم، خوشحالم. هنوز. آره این یه مرحله ای از کار هر آدمیه. خیلی خوبه واقعا آره به نظر من، ولی به خب نظر من خیلی خوبه. فکر میکنم که باز نظر شخصی من، فکر میکنم که این خودش میشه نقطه برد من. یه خاطره جالب بگم راجع به همین که میلاد که مرام کیه. خط ویژه تو جشنواره اکرام میشه، یکی از داوران که بعد جشنواره بهم گفتن، یکی از دوستان داور گفتن که فیلم که شروع شد ما گفتیم ای رامبو جوان چقدر باحال جوان شدیم. فیلم که تمام شد گفتن که خب پس این تو لیست مثلا فلان، بعد فکر کردن که من رامبو جوانم، در صورتی که همون داور چند وقت قبلش من تو جشنواره کاندید کرده بود و جایزه داده بود بهم. و این یعنی چی؟ یعنی داور جشنواره شما رو با رامبو جوان اشتباه بله گرفته بله بود؟ بله 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 کاملا. خب این خیلی خوبه، همون داور توی کیش خوبه جشنواره دقیقاً. دقیقاً اینش خوبه دیگه که من الان بهتون میگم، همون داور توی جشنواره دیگه بابت ملکه من جایزه داده بود. اون خیلی خوبه، یعنی که متفاوت بوده. این به نظر من بیشتر از این که تفاوت شما رو نشون بده جسارت نمی کنم، ولی به نظر من بیشتر ضعف داوری ما رو نشون میده. یعنی داوری که به هر حال نه به نظر چرا همه نره. شما ببین من نمیدونم آخه چرا با بالاخره منفی یه نگاه میکنید به همه چی. شما حداقل اینکه یه بیس چهره دارین دیگه، یعنی اصلا آدم با یه اینطوری ذره نیست، پوشی پایین هم اصلا اینطوری یه نیست نفر خانم، اصلا اینطوری تشخیص نیست. نه. یعنی هیچ کدوم از این فیلم ها گریم خیلی متفاوتی نداشته که من بگم اصلا اینطوری قابل نیست. تشخیص نبوده. الان به نظر شما من مثلا خیلی شبیه مثلا فیلم مستانم مامو زدم خیاب مثلا، شما اصلا هم اینطوری آدمی نیست. موتون رو تغییر مثلا چون مدل شما مو، مخاطب جدی سینمایی به خیلی فرق میکنه این قضیه، یعنی چهره شما مثلا با اندکی گریم یا مثلا با یعنی یه مثلا ذره شما مدل فکر مو میکنید انقدر عوض میشه که دیگه شما شما رو فکر میکنید نمیشناسه چهره آدم. من تو ملکه با خط ویژه فرق نمیکرد؟ چرا فرق میکنه؟ خب ولی فرق همون میکنه. آدم، یعنی یعنی چی؟ همون آدم میلاد که من بودم، همون شخصیت بود؟ نه اون شخصیت نیست ولی همون بازیگره. نمیدونم شاید نه شما قبول اینجوری کنین میگید یه ولی مقدار این اون اتفاق داوره، حالا نه دیگه قبول کنین نه من قبول یه نمیکنم چون داری. داور به شدت از انسانهای فرهیخته ایرانه نه سینمای ایران، بس تأسفش بیشتره. ولی نمیدونم، بذاری حالا از این بس یه ذره فاصله بله. بگیریم. بحث جزایی بود، بحث این بود که شما کجا میخواییم برسین، حالا داریم قراره میریم که فعلا شما ببینیم کجا سوپرستار میرسیم. سینما بشین، نفر اول بشین، به این چیزو فکر نمی کن. اصلا بهش فکر نمی کن. مگه نه ممکنه؟ آره ممکنه اصلا دیگه. بازیگری دیده، یعنی دیده شدن، یعنی میخوام دیده بشه. دیدشم من یعنی که اگه سوپرستار شم، بازیگر اصلا دیده نشه که خب من خودم که گفتم قایتشونه. حرف خودم داریم به خودم پس میدیم. من خودم بهتون گفتم که من دقیقا تا روز آخری که بازی میکنم دوست دارم خودم ثابت کنم. فکر کنم بیشترین حجم دیده شدن همراه با محبوبیت خیلی زیاد میشه استار و طبیعتاً بعد از اون سوپر استار. چی سوپر استار چی هست اصلا میشه بهم بگین؟ یک بازیگری که خیلی خیلی محبوبه و در فروش فیلم تاثیر مستقیم داره و حتی تو فعالیت‌های خارج از سینما حرفش برو داره. یعنی اگر ایشون مثلا بیاد بگه در مصرف آب صرفه‌جویی کنین قطعاً توی مردم تاثیر میذاره. اگر داریم همچین واکنش بازیگری در سینما ایران؟ میخوام بشناسم، میخوام من بدونم، سوادم نمیکشه. از نظر شما نداری؟ نه من من بگم شما ممکنه میپرسم. من به هر حال خب خبرنگارم من که نمیتونم بگم موضوع که مستقلی داشته باشم، من بگم سوء تفاهم برانگیز خب مثال بگیم. من میگم ما رضا گلزار رو داشتیم در سینما ایران که تاثیر مستقیم فروش داشت، داشتیم و داریم. من الان تو وضعیتی هم که نمیدونم چه فیلمی از رضا گلزار اکران شده و نشده فکر میکنم تا الان هنوز نفکام ایشون، نه هنوز فیلم جدیدی ازشون اکران نشده. هنوز فیلم جدیدی ازشون اکران نشده، اون موقع که بودن. مطمئنن هم الان با فیلم های جدیدشون هم. امیدوارم که اینطوری باشه، ایشالله که هست. چون سینما هم نیاز به قهرمان داره، نیاز به سوپر استار داره. رضا عطاران فکر میکنم، من بی تعارف میگم، تعارف ندارم. پس شما اینا رو قبول دارین با من سوپر استار؟ من از شما پرسیدم دوست داشتم شما بگین، نگفتین من میگم. رضا عطارانو که به نظرم مستقیما رو فروش یک فیلم میتونه تاثیر بذاره.
و یه سری اتفاقات دیگه. دیگه جامعه ما اون شکلی نیست که فقط صرف به خاطر یک بازیگر فیلم بفروشه، نمیگم نمیفروشه، میفروشه، ولی یکی از مشکلات جامعه ما احساس میکنم اینه که شاید هم مشکل نباشه ها، دسترسی به تمام سینمای دنیا، سریال های خارجی، فیلم های روز دنیا، همه رو میبینن، فیلم شناس شدن مردم و فیلم خوب میفروشه، به راحتی هم فیلم خوب میفروشه. این اون اتفاق است. و حالا یه سری چیزهای دیگه که من اصلا تو حوزه من نیست، به من ربطی نداره، برای اینکه یک فیلم بفروشه خیلی چیزا مهمه، یک فیلمنامه خوب، کست خوب، تیم خوب، کارگردان خوب، در نهایت همه این چیزا هم خوب بشه، تدوین خوب، باز دوباره همه این چیزا هم خوب بشه، پخش خوب. موضوع این دادگاه تعرض و تجاوز به عنف، نه محاکمه بازیگران سینما. شما بهتون تجاوز شده بود خانم. کمکم میکنه ازش شکایت کنم؟ محکم باش، نذار چیز متزلزلت کنه. استدعا میکنم شأن خودتون رو رعایت کنید، شما ناسلامتی هنرمندی. اما زنهای زیادی بعد از وقوع تجاوز از ترس آبرو، قضاوت و یا نگاه جامعه سکوت میکنه. اتهام تعرض رو قبول دارین؟ البته سر این قضیه علنی بشه. و همچنین اتفاقاتی ناشی از توحش و بی‌ارادگی یکی از طرفینه.